نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان به عنوان دومین نیروگاه حرارتی کشور با ظرفیت اسمی بالغ بر 2000 مگاوات سالانه 10 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می کند. نقش بسزایی در بحث تأمین برق استان و پایداری شبکه جنوب شرق ایفا می کند. کمبود بارندگی باعث شده که در واقع آب پشت سدها کاهش پیدا کند. بنابراین در تابستان امسال امکان استفاده از تولید برق نیروگاه برقابی کم هست. این نیروگاه این روزها در شرایط سخت کرونایی در حال تعمیرات واحدهای گازی و بخار است تا برای پیک بار تابستان آماده شود. نیپلا و زانوهای تو این واحد داره تعویض میشه، نیاز به تخصص فوق‌العاده‌ای داره. تو ایران این تخصص‌ها وجود داره. سعیمون بر این هست که تعمیرات واحدها رو در نیمه دوم سال و اوایل سال، یعنی تا انتهای اردیبهشت‌ماه، به گونه انجام بدیم که تمام واحدهای نیروگاه برای اوایل خرداد که تقریبا فصل گرما شروع میشه آماده بهره برداری باشن. از سوی دیگر این نیروگاه با توجه به شعار سال در حال ارتقاء واحد هاست. پیش بینی ما هست که تعمیرات که ما انجام میدیم حداقل حدود مثلا 5-6 درصد در واقع افزایش توانم نسبت به حالت عادی داشته باشیم که این کمک کنه به تولید برق. اما با توجه به کاهش تولید برق در کشور، تولید کنندگان برق همچنان توصیه بر صرفه‌جویی و مدیریت بهینه مصرف برق دارند. خواهشم عاجزانه از مردم ایران و مخصوصا مردم کرمان این هست که در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، چون واقعا با سختی ما داریم این کارو انجام میدیم و واقعا تا کار طاقت فرسای هست. پیش بینی اون هست که در واقع تابستان نسبتا سختی داشته باشیم، به دلیل اینکه خب به هر حال تولید ما جوابگوی مصرف نخواهد بود. با توجه به اینکه کرمان در منطقه خشک کولر آبی است، کولر آبی بهترین گزینه میتونه باشه. انجام به موقع تعمیرات و نگهداری کولرهای آبی و نصب صاحبان روی کولرها میتونه باشه. به خصوص در ساعات پیک ظهر و پیک عصر از وسایل پرمصرف کمتر استفاده کنن که انشالله پیک تابستون هم بتونیم با موفقیت پشت سر بگذاریم. این نیروگاه مشتمل بر 12 واحد گازی و بخار است. با اجرای طرح‌های ارتقای واحدها امسال 12 مگاوات بر توان تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان اضافه می‌شود. رضایی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.